به نام خدا در سلسله جلساتی که در راجبه به مخابرات بی سیم داشتیم مطالب راجع به کانال سیگنال و همچنین روش های دسترسی چندگانه که به عنوان روش هایی برای استفاده بهینه از پهنای باند سیگنال ها بود صحبت شد در این جلسه میخواهیم که به دو مبحث گیرنده ها و فرستنده ها بیشتر پردازیم و با مبحث بسیار مهمه بهبود کیفیت سیگنال در مخابرات بی سیم بیشتر آشنا بشیم در ابتدا راجع به مدولاتورهای بیسیم صحبت خواهیم کرد سپس در مورد دمودولاتورها و همچنین چند نمونه از گیرنده های معمول در مخاط بیسیم را صحبت خواهیم کرد در هر بخشی حالا چه در مدولاتورها و چه در دی مدولاتورها سعی خواهد شد از فناوری های بروسری هم که در این حوزه ها وجود داره صحبت بشه تا گیرنده ها و فرستنده های امروزی را هم بیشتر آشنا بشیم اما مبحث ما در مورد مدولاتور ها را از اینجا شروع کنیم که یک یادآوری راجع به خود مدولاتور ها و مدارهای مدول کننده داشته باشیم اولین مفهوم حالا خود کلمه مدولاتور یادآوری این هستش که ما میدونیم در سیستم های مخابراتی برای ارسال سیگنال از مفهوم مدولاسیون استفاده میشه در مدولاسیون و فن آوری های مدول کننده سیگنال ما تغییر فرکانس میده و توسط فرکانس حاملی فرستاده میشه در مدولاسیون ما فرکانسمون از باند پایه به یک باند میانی معمولا فرستاده میشه تا عملیات ارسال و در دریافت سهولت پیدا بکنه و در برخی مواقع اصلا دریافت اطلاعات شدنی باشه میدونیم که در مدولاسیون ها میتونیم اونها را به آنالوگ و دیجیتال تقسیم کنیم میتونیم اونها را به خطی یا غیر خطی تقسیم کنیم و دیگر مطالبی که خوب به خود مدولاسیون چه در این درس و چه در درس های قبلی حتما آموخته بیشتر مدولاتور هایی که حالا ما در این درس بیشتر هم بررسی می کنیم مدولاسیون کلیدزنی فاز یا همون فیز شیفت کینگ و همچنین QAM هستش که ترکیبی از مدولاسیون های ASK یا PSK می توانیم در نظر بگیریم در سیستم هایی هم که وجود داره هر کدوم از این مدولاسیون ها یک سری هست هایی داره که ما بر اساس نوع سیستم و بر اساس اون کاربردی که مد نظرمون هست نوع مدولاسیون را انتخاب می و تمایز بین اونها به نوع کاربرد ما بستگی داره مبحث بعدی که راجع به مدولاتورها باید بدونیم این هستش که اصلا خود کلمه پهنای باند به چه معنی هستش در کتابهای مرجع مخابراتی اگر مراجعه کنید متوجه میشین که تعریف واحدی برای پهنای باند وجود نداره و برخی از تعریف ها حالا به صورت جزئی هستش بعضیش به صورت بسیار کلی بعضیاش یک وجه رو در نظر گرفته و به همین ترتیب ما تعریف پهنای باندی انحصاری نداریم اما تمامی اونها با استفاده از چگالی طیف توان به فرمول بندی پهنای باند پرداختن پس ما اگر بخوایم مفهوم خود پهنای باند را در مسائل ریاضی و فرمول بندی ها مد نظر بگیریم در کتاب های مخابراتی این کار با استفاده از چگالی طیف توان یا PSD انجام شده که به طور معمول حالا چگالی طیف توان را میتونیم برای یک سیگنالی که مد نظرمون هست در حوزه فرکانس به این ترتیب ما مد نظر بگیریم برای نکنشون نشون بدیم که چه فرستنده ای و چه گیرنده ای از نظر پهنای باند بهتر هست به مقایسه با هم بکنیم یک کمیتی به نام پهنای باند 3 dB وجود داره که معیار ما برای مفهوم پهنای باند میتونیم در نظر بگیریم یعنی وقتی که گفته میشه مثلا پهنای باند 3 dB یک گیرنده 25 مگاهرتز هست این برای مقایسه باید اینه پهنهای باند 40 مگا میتونیم در نظر بگیریم. اما خود کمیت و معیاری که برای پهنهای باند اکس استفاده میشه پهنای باند 3 هستش که خب اگر که از درسای مقایسه یاد داشته باشیم معمولا اون پهنهای باند رو گفته میشه که اون چگالی طیف توان در یک محدوده وجود داشته باشه و از حالا یک محدوده به بعد ما دیگه در نظرش نمیگیریم که این معیار را معمولا حالا توی کتاب مخابراتی به نام پهنای باند سی شناخته میشه اما این مباحث شرح به مدولاتورها داره برای اینکه ما میخوایم که مدولاتورها رو اگر خواستیم با هم دیگه مقایسه کنیم از نظر پهنای باند مقایسه کنیم و اصلا بدونیم که آیا اون مدولاتور میتونه در پهنای باند که ما هستیم یا نیاز داریم کار بکنه و همچنین از مباحث شکاری طیف تمام برای محاسباتمون استفاده بکنیم پس به طور کلی میشه گفت وظیفه مدولاتور و مدار مدول کننده آماده سازی داده برای ارسال هستش که این آماده سازی ها خب میتونه مراحل مختلفی داشته باشه اما ما وقتی که مدولاتور را نام میبریم منظورمون یک مدار و مجموعی از بلوک هایی هستش که برای آماده سازی برای ارسال انجام وظیفه میکنن و در آخرین مرحله از مدولاتور ها معمولا یک آنتنی قرار داره که اونها حالا آنتن های فرستنده ما هستن آماده سازی وقتی گفته میشه میتونه شامل مراحل بسیار متنوع و با گسترده باشه که در هر لایه و در هر جایی استفاده بشه مانند کودینگ هایی که ما داریم حالا چه کدینگ من و چه کدینگ کانال شکل دهنده های پارس ها ما استفاده میکنیم مثل شکل دهنده هایی که در سیستم های مخابرات بی سیم یا حالا باسیم استفاده میشه اغلب با هدف کاهش ISI هستش ما برای اینکه آی ای ای را بتونیم کاهش بدیم یکی از راه ها این هستش که پالس هایی که میفرستیم پالس های هدفدار و شکلداری باشن و الزاما از پالس های مربعی و پالس هایی که برای ما ممکنه آی اس آی تولید کنن یا منجر به افزایشش میشن استفاده نکنیم برای مثال از مجموعه پالس های مثلا ریس کوساین میشه استفاده کرد برای اینکه ما در ارسال اطلاعاتمون آی اس آی کمتری را داشته باشیم فیلتر کردن در انواع مراحلی که وجود داره که حالا به هدف های مختلفی انجام میشه ما فیلتر کردن رو میتونیم که در خود مدولاتورها داشته باشیم میتونیم در دی مدولاتورها داشته باشیم حتی در برخی از کانال ها به خصوص کانال های باسی ما در خود کانال هم از عملیات فیلترینگ استفاده میکنیم برای همین خود فیلترینگ و عملیات فیلتر کردن در هر مرحله ای میتونه باشه مثلا ما حتی میتونیم در خود شکل دهنده پالس از فیلتر استفاده کنیم در مرحله کدگذاری از فیلتر استفاده کنیم و دیگر مراحلی که میتونیم از مجموع عملیات های تحت عنوان فیلترینگ استفاده بکنیم مفهوم فیلتر کردن در کانال را شاید خیلی باهاش آشنا نداشته باشیم چون که ما با کانال های باسیم خیلی سر نداشتیم مثلا در فیبر های نوری از فیلتر های گوسی استفاده میشه در خود کانال و از فیلترهای تمام نوری استفاده میشه برای که جلوگیری از انتشار نویز را ما داشته باشیم اما در کانال های بی سیم مثل مخابرات بی می که ما مد نظرمون هستم و خاطر سلولی خب در خود کانال اکثرا مفهوم نام فیلتر کردن وجود نخواهد داشت جدا از این مراحلی که ما برای آماده سازی انجام میدیم یکی از مراحل مهم هم بهین سازی مطمئنا هستش چرا که ما باید طراحی هامون متناسب با امکاناتمون هم باشه برای مثال برای حالا یک گیرنده و یک یک که در یک موبایل قرار داره به این راحتی نمیتونیم از همه امکانات استفاده بکنیم چرا که ما میدونیم در سیستم های مخابرات موبایلی توانی که ارائه میشه توسط یک باتری هست و اون باتری برای مثال یک حدی از می توان میتونه به ما اختصاص بده برای همین به سمت بهینه سازی باید پیش بریم در مراحل مختلف مدولاتورها ده مدولاتورها و همچنین مراحلی که برای آماده سازی داریم حتما مرحله بهینه سازی بعد مد نظرمون داشته باشیم روش های مدول کردن سیگنال مدول سازی سیگنال را میتونیم به دو دسته مدول سازی خطی و غیر خط تقسیم بندی کنیم البته تقسیم بندی مدولاسیون ها میتونه بسته به کاربردها و ویژگی های مختلفی باشه مثل خطی یا غیر خطی یا مثلا آنالوگ و دیجیتال و یا مثلا گسسته و پیوسته و دیگر مفاهیم که راجع به مدولاسیون ها داریم مفهوم مدول ساز خطی این هستش که دامنه سیگنال ارسالی با سیگنال مدول ساز دیجیتال تغییرات خطی در حوزه دامنه دارن البته این های حالا تعریف های تخصصی تر هستش اما مفهوم خطی بودن هم میشه گفت که تغییرات خطی که در دامنه سیگنال با دامنه سیگنال مدول ساز داره و برعکس اون مدول سازی های غیر خطی هستن که دامنه سیگنال ارسالی الزاما تغییر خطی با مدول ساز دیجیتال نداره و اینها مصارف گوناگونی دارن این کلمه غیر خطی بودن الزاما همیشه به معنای عید و بد بودن سیستم نیست بلکه خیلی وقتا از ویژگی های غیر خطی هم میشه استفاده کرد برای اینکه یک کاربردی و یک مزیتی از سیستم رو به دست آورد برای همین خیلی وقتها از مدول سازهای حالا غیر خطی هم استفاده میشه البته مفاهیم مدول سازهای غیر خطی خب پیچیدگی ها و محاسبات بسیار سنگینتری داره و نسبت به مدول سازهای خطی معمولا کمتر شناخته شده هستند برای همین اغلب هم از مدول سازهای خطی و مدارهای مدول سازی خطی مطمئنا استفاده میشه در مدول سازی خطی هستی که داره اینه که پهنای باند ما بهینه هستش و ما میتونیم چون که این تغییرات بهصورت خطی هستش از پهنای باند بهینه استفاده بکنیم اما تقویت کنندگی در مرحله RF یا تقویت کننده های RF از AB هستش که این مدول سازهای خطی دارند اینکه تقویت کننده ها چرا بعض وقت ای هستن به دلایل مختلفی هستش اینکه یکی از واضح ترین دلایل این هستش که خود تقویت کننده ها نیاز به یک سری اثرات نامطری به سیستم معمولا اضافه میکنن از اثراتی که وجود داره اثرات غیر خطی هستش این تقویت کننده ها در برخی سیستم ها اضافه می کنند یا مثلا یک سری از مؤلفه های آی هستش که برخی از تقویت کننده ها ممکنه به سیستم اضافه بکنند تقویت کننده ها در برخی از سیستم ها گران قیمت هستند طراحیشون ممکن مشکل باشه برای همین در کل ممکنه که برخی از سیستم ها و برخی از سیستم های سلولی تقویت کننده های آر اف براشون یک ای محسوب بشه و همه چیز ما ترانزیستور ساده نظر نگیریم که عمل انجام بده در صورتی که اون اثرات جانبی شه مد نظر داشته باشیم و ببینیم برای بهینه سازی ممکنه که اگر تقویت کننده استفاده نکنیم یا حداقل ممکن تعداد داشته باشیم در این صورت میتونیم به صورت بهینه سازی پیش بره در مدول ساز خطی ما میتونیم اس یا دامنه اون سیگنالی که مدول شده رو به صورت A حالا ام ار تی کسینوس 2 پی اف سی تی منهای ام و حقیقت سینوس 2 پی اف اف سی تی در نظر بگیریم که یک شکل کلی از تمامی مدول سازها در نظر گرفتیم این که در واقع در برخی از سیستم ها ممکنه که مثلا این MR صفر باشه یا MI صفر باشه یا هر دو مختلف باشن حقیقی باشن این شکل ها و فرم های مختلفی هستش که در مدول ساز خطی ما میتونیم داشته باشیم مدول سازهای خطی هم همون مدول سازهای های اغلب هستن حالا چه AM چه PSK و دیگر مدول سازهایی که باهاش آشنایی دارید و میدونید که برای مثال در مدولاتور AM ما یه همچین فرمی تقریبا داریم البته حالا نه دقیقا همین مثل همچین فرمی هستش که یک دامنه داره یک ضریب مدولاتور داره و در حقیقت در یک دامنه سینوسی و در یک محلفه سینوسی و سینوسی میشه در PSK اطلاعات ما توی این فاز سیگنال قرار میگیره و دیگر این دامنه ها تعیین کننده نیستن در حالی که این FSC ها حامل هایی هستن که اطلاعات هم درون اونها قرار میگیره و همچنین دیگر مدولاتورهایی که هر کدوم ها ممکنه که مثلا مثل QAM اطلاعات هم در دامنه قرار بگیره و هم در فاز FSK فقط در فاز یا فرکانس و به همین ترتیب حالا مشکلاتی مختلفی که ممکنه برای ما هر مدولاتوری داشته باشه به طور کلی قبل از اینکه کار را ادامه بدیم یک مقایسه ای از مدولاتورها داشته باشیم مدولاتورهایی هم که آوردیم هم مدولاتورهای دیجیتالی هستند که به طور معمول استفاده میشن این مقایسه شدن بر اساس احتمال خطاش رو در نظر گرفتیم این ستون اول احتمال خطای سمبل هستش و حالا این ستون دوم احتمال خطای بیت هستش که میبینید در وقتی که ما مدولاسیون باینری FSK و باینری PSK داریم احتمال خطای سمبل مطمئنا با احتمال خطای بیت با هم دیگه برابر هستن و وقتی که دیگر باینری نباشه حالا QPSK باشه یا 4 PSK باشه 4 FSK باشه و دیگر مراحل احتمال خطای سمبل با احتمال خطای بیت با هم دیگر متفاوت هستن تقریب هایی هم که میبینید مطمئنا با روش چگونه دست آوردن اینها بعد در درس های مثل تئوری پیشرفته آشنا بشید و میبینید که ما از یک سری تقریب ها استفاده می کنیم از یک ساده ساز ها استفاده می کنیم برای اینکه این احتمالات رو به دست بیاریم و انتخاب اینکه کدوم مدولاسیون رو استفاده کنیم برای سیستمون یکیش به همین احتمال خطا بستگی داره که ما چه مقدار احتمال خطا مد نظرمون هست و کدومی که از این مدولاتورها میتونه اون احتمال خطا رو برای ما داشته باشه از دیگر ویژگی هایی که ما باید انتخاب بکنیم این هستش که کدومی هست از اینها از نظر طیفی بهینه هستن و کدومشون پیاده سازیشون در حقیقت پیچیدگی کمتر و بیشتری داره و در حین پیاده سازی خب میدونیم که اینها خیلیشون از میکسر داره از ادوات خطی و غیر خطی استفاده میشه و دیگر مسائلی که در درس مدارهای مخابراتی و مدار در حالت تئوری پیشرفته مخابرات به اونها پرداخته میشه این تابع کیو هم که میبینید همون کیو فانکشن یا تابع حالا هستش که برای اعتماد خطا مرسوم هستش این گاما ها سطح های انرژی رو وقت نشون میدن این, این انرژی بیت ام ها در واقع اون نمادهای های مدولاسیون هستن مثلا ام پی ای ام نری پی ای ام یا فور پی ای ام حالا یا 8 پی این M منظور اون مرتبه مدولاسیون هستش که برای QAM هم ما میدونیم که در مدولاسیون QAM اون شکلمون یا اون منظوممون یک شکل هندسی ها داره که حالا بعضا میتونه مستطیلی باشه یا غیر مستطیلی باشه حالا مربعی باشه به عناوین مختلفی که ما میتونیم QAM را در صفحه ما صفحه منظومش داشته باشیم پس این بحث مدولاسیون ها و مقایسهشون یک یادآوری بود که تا اینجا گفتیم یکی از مدولاسیون هایی که شاید کمتر باهاش برخورد داشتیم مدولاسیونی هست تحت عنوان MSK که این واژه S و در حقیقت این K همون شیفت کینگ یا کلید زنی جابجایی هستش و این حالا M منظور همون مینیمم هستش که از M به عنوان اون استفاده شده یعنی مدولاسیون مینیمم شیفت کینگ که برای ما یک سری هست هایی داره که به همین دلیل میخوایم ازش استفاده بکنیم این مدولاسیون نوعی خاصی از مدولاسیون های FSK هستش با این تفاوت که در اینها دیگه فاز پیوسته استفاده شده زیر مجموعی از Continuous Phase FSK هستن اما این ما پس اصلا فاز پیوسته از کجا اومد ما وقتی که میخوایم که مدولاسیون ها را در نظر بگیریم میدونیم که برای مثلا برای بیت صفر و برای بیت یک یک سیگنالی در نظر میگیریم مثلا میگیم که یک پالس مربعی برای صفر یک پالس مربعی مثلا معکوس برای بیت یک حالا فرض کنید که مثلا اینها بیشتر باشه مثلا صفر صفر باشه و در باینری باشن دو تایی باشن صفر یک ببینید چهار تا شکل موج مختلف یا هشتایی هشت تایی مثلا به معنی هشت تا شکل موج مختلف برای حالا بیت ها باید در نظر بگیرید در این جای اتفاقی که میفته وقتی که مثلا فرض کنیم ما یک دنباله ای که مثلا 0 0 0 1 هست وقتی که از این 0 0 به قرار تغییر وضعیت بده خب فاز هم ممکنه که تغییر وضعیت باید بده. این تغییر وضعیت در مدولاسیون های اف اس کی ممکنه یه جوری بشه که فاز حامل در هر دوره بیت صفر بشه و این دائما صفر شدن و نشدن برای ما یک سری معایبی در مدارسازی و بهرهوری خواهد داشت اما در مدولاسیون های ام از فاز پیوسته استفاده میشه فاز پیوسته به این ترتیب هستش که ما نمیذاریم که فاز حامل در هر دوره بیت صفر بشه و در حقیقت MSK مدولاسیونی هستش که بیشترین انحراف فرکانسی اون برابر یک چهارم بیت ریت مد نظر گرفته میشه اگر ما این فرضیات رو انجام بدیم و مدولاسیون های فاز پیوسته رو بسازیم در عمل میبینیم که خوب فاز حامل صفر نمیشه برای همین خیلی از مشکلات مداری و مشکلات ساخت برای ما حل میشه برای همین از این مدولاتورهای فاز پیوسته در عمل بسیار استقبال میشه یک نکته که اگه بخوام بگم این هستش که دو سیگنال که تحت عنوان مدولاسیون FSK هستن با کمترین فاصله فرکانسی بر همدیگر عمود خواهند بود که این از ویژگه های سیگنال مدولاتور MSK خواهد بود الان اگر نیا کنید میبینید که ما در این دوره های مثلا BT یعنی از سیف تا تی بی تی بی دو دی بی اینها هر کدوم نماینگره ممکنه یک سیگنال متفاوت باشند مثلا این شکلی باشه که من برای بیت صفر یک در نظر گرفت این برای یک صفر حالا به هر ترتیبی که هست میبینید که فاز ما در هر انتقال صفر نمیشه در حالی که اگر این FSK نبود و FSK بود مثلا اگر این یک صفر بود و بعدی مثلا بیت صفر یک بود ما باید از این شکل استفاده بکنیم این اختلافی که وجود داره یعنی که فاز باید صفر بشه یا حالا فاز یهو از 180 درجه به منفی 180 درجه تغییر وضعیت بده این تغییر وضعیت هم از نظر عملی ساختنش سخته هم مشکلات مداری ایجاد میکنه ولی اگر که ما فاز پیوسته استفاده بکنیم مثل این شکلی که الان میبینید ما هم کاری کردیم که این ساخت مدار عملی تر بشه بهتر بشه و هم به سمت بهینه سازی پیش رفتیم در سیگنال MSK و سیگنالی که به صورت MSK مدوله شده اون استیش برابر هستش با زیگمای آی از صفر تا ان منهای یک ام آی تی پی تی منهای دو آی تی بی کسینوس به علاوه معلفه سینوسیش که همون هستش با این فرض که ما این را MQ می نامیم و درون این PT هم می دونه در حقیقت دوره بیت رو دوباره ازش کم می کنیم. پس این سیگنالی که تحت عنوان تی هست مال موقعی هستش که ما داریم از مدولاسیون FSK استفاده می کنیم. مدولاسیون MSK استفاده می کنیم. PT شکل موجی هم که اینجا استفاده شده یک شکل موج سینوس PT دو تی هستش که همونجور که می بینید این دوره از دو دوره سمبل ما کوچیک‌تر در نظر گرفته شدن که خب حالا این سیگنال ها باش آشنایی دارین حالا تا حدود میشه گفت شکل سیگنال سین هستش در اینجا این پیتی ما این شکل دهنده پالسا هستن که ما از نماد پی استفاده شده این ام آی و ام کیو دامنه هایی هستن که مد نظر میگیریم و در حامل های باز همون سینوسی و سینوسی ضرب میشن البته این تنها ورژن و نوشتاری نیست که وجود داره و ما نسخه های مختلفی از MSK داریم میتونیم اولا این پی را یک سیگنال دیگه در نظر داشته باشیم که اون خب مقولش جداست و همچنین اینکه خود ام به طرق مختلفی میتونیم تعریف بکنیم اما ویژگی که دارن این هستش که ما در مینیمم شیفت کی یا مدولاسیون ام اس دو تا هدف داریم یکی این اینکه فاز پیوسته باشه و دو اینکه دیدیم که از یک چهارم دوره بیت میخوایم در حقیقت این حد اکثر شیفت فاز ما باشه برای همین میتونیم نسخه های مختلفی از این ام را تعریف بکنیم یه نمونهش برای اینجا بردم اگر بخوام که این ام اس کی رو با انرژی بیت توضیح بدیم مثل کارهایی که برای بقیه مدولاسیون ها انجام میدیم اس ام اس کی تی برابر است با رادیکال دو ای بی تی بی انرژی بی تقسیم دوره بیت سینوس دو پی اف سی تی منهای مؤلفه ام ای MI، آی مؤلفه ام کیو پی تی بر دو تی بی به علاوه ای فی کی از نظر شکلی هم اگر بخوایم این مقدار با مقایسه کنیم تا بدونیم که در حقیقت چه تفاوتی بین MSK با دیگر ورژن های FSK وجود داره یا PSK وجود داره این شکل به خوبی برای ما نشون میده که برای این مثال اینها افت فرکانسی بر بیترید از این محور X و محور Y هم اون سطح توان و سطح چگالی طیف توان ما هستش برای مثال میبینیم که وقتی که ما از مدولاسیون باینری PSK استفاده میکنیم این شکل حالا نارنجی رنگ را میبینیم که نشون دهنده این هستش که ما سطح در توان توانمون به ازای اون افت فرکانسی در هر بیتریتی چقدر می‌تونه بالا باشه در حالی که QPSK مقدار پایین تری داره و همچنین MSK هم که پایین ترین مقدار این نمودار هستش به این صورت هم همونجا که میبینید بدون تغییر فاز فاز پیوسته در یک محدوده بسیار خوبی برای ما همون اطلاعی داره که خود باینری PSK داره از این لحاظ میبینید سایل دو به کمتری در این ناحیه داره و همچنین افت فرکانسیش نسبت به این دوتا بسیار پایین تر هستش برای اینکه حالا مدولاسیون MSK را بیشتر بشناسیم فرستندهش رو می‌خوایم توضیح بدیم که به این صورت با این مدار می‌تونیم یک مدار فرستنده MSK را بسازیم همونجوری که می‌بینید داده‌هایی که میاد در ابتدا ضرب در یک کوسینوس پی تی دو تیوم میشه سپس اینها به دو مسیر تقسیم میشن از فیلترهای میان گذری عبور میکنن که فرکانس کاتافشون اف سی علاوه یک چهارم حالا تی هستش که این تی همون مقداری هستش که بر این کوسینوس پی تی دو تی هم استفاده شده سپس همونجا که میبینید یک نسخش به این سمت و یک نسخش حالا به اون سمت میره با هم دیگه دو تا نسخه جمع میشن ضرب میشن در اون دامنه هایی که وجود داره که همون ام و ام کیو میتونن باشن و سپس در مرحله آخر دوباره با هم جمع میشن و سیگنال اس برای ما ساخته میشه پس میبینید که کاری که مهمه این هستش که ما از هر این نسخه هایی که جدا کردیم با همدیگه جمعش کنیم دوباره اینها رو سپس در اون مقادین مختلفی که وجود داره ضرب کنیم و سیگنال آخری رو بسازیم که این یک مدار ساده از فرسنده ام اس را مطمئن نشون میده اونهایی که با مدارهای مخابرات آشنایی بیشتری دارن میدونن که خب این عملیات ضرب کنندگی و میکسرها خودش یک سری مدارهای نسبتاً پیچیده ای داره حالا فیلتر کردن یه مقدار ممکنه آسون تری باشه باز دوباره ما جمع کننده داریم ولی باز اینجا عملیات ضرب کننده و برخی به موقع میکسر نیاز داریم تا بتونیم یک مودولاتور یک سیگنال که مدول شده هست داشته باش در گیرنده اتفاقی که میفته برعکس این حقیقت هستش که ما باید ST دریافت کنیم و اون را به سازنده هاش و اون مقادیر پیامی که توش هست تجزیه بکنیم که این هم باز ابتدای سیگنال ما تقسیم میشه در دو ضرب کننده ضرب میشه که اینها میتونه مقادیر مختلفی در اونش قرار بگیره نمونه برداری ها انجام میشه سطح آسان مقایسه ها انجام میشه تا بتونیم در نهایت این ام و MQ را استخراج بکنیم اینها هم باز حالا چه ترش هول ها چه این مقادیر اینتگریتور ها مقادیر خود حتی نمونه برداری مدارهای مفصل و بعضا پیچیده داره و اینها بیشتر شماتیک کلی ما هستند برای یک فرستنده و گیرنده ام بسازیم ادوات بسیار مختلف مخابراتی و مداری وجود داره و ما به صورت حالا شماتیک اینها رو آوردیم به مقدار با ساخت و دریافت MSK بیشتر آشنا حالا که با مبحث مدولاسیون ها دوباره یک آشنایی پیدا کردیم و همچنین مدولاسیون MSK را توضیح دادیم به بررسی عملکرد مدولاسیون ها این بار در کانال ها میپردازیم مطمئنا تا قبل از این درس اغلب کانال هایی که بررسی میشد برای بررسی مدولاسیون ها و عملکرد هر کانال به صورت کانال هایی بود که با نویز گوسی مدل شدن یعنی اغلب کانال های حالا AWGN به طوری بود که ما اون ST را فرض میکردیم که در کانال فرستاده شده سپس آرتی یا گیرنده ما هست استی به علاوه NT که NT یک فرایند تصادفی و یا یک متغیر تصادفی گوسی مد نظر گرفته میشد اما مبحثی که وجود داره اینه که خب در کانال هایی که الان ما با اطلاعاتی که داریم میدونیم که کانال های بی سیم ما همیشه به صورت AWGM مدل نمیشن و بستگی به اینکه لاین آف سایت باشن و نباشن یا محو شدگی داشته باشه یا نداشته باشه و همچنین دیگر ویژگی هایی که در این درس خوندیم میدونیم که ما کانال هایی رو بعد با دیگر ویژگی ها مثل حالا کانال های رایلی رایسیان و یا هر اون توضیحی که داره مد نظرمون بگیر میدونیم که در کانال های محو شدگی تغییرات در سیگنال ارسالی به وجود میاد و دیگر ما نمیتونیم اون آر را به من اس تی علاوه ان تی و یک ان تی در واقع در نظر بگیریم و سیگنال ارسالی ما بسته به شرایط و نوع کانال تغییراتی خواهد داشت برای مثال اگر محو شدگی ما حالت آرام و مسطح باشه یعنی حالت ایدئال باشه در این صورت تغییرات ما آهسته از مدولاسیون هستش یعنی چی یعنی اینکه دامن فاز سیگنال حداقل در یک دوره سمبل ثابت هستن که این خوب کمک بسیار بزرگی ممکنه به ما بکنه ما به آسانی بتونیم اون تغییراتی که داره یا اون چیزهایی که میخوایم اندازه‌گیری کنیم کنم. برای ما شرایط آسون تری داشته باشه تا اینکه در یک دوره سمبول دامنه و فاز عوض بشه و این تغییرات حالا به صورت تصادفی اگر هم باشه که دیگر خب میدونیم اکثرا ما هیت تصادفی برای همین کانال را بسیار سخت میکنه اما نوع کانال و نوع اون ویژگی هایی که کانال داره بسیار ممکنه که روی عملکرد ما تاثیر بذاره اگر فرض کنیم در کانالی هستیم که محو آرام و مسطح هستش یعنی تغییرات آهسته از مدولاسیون فرض میشه آرتی به صورت آلفای تی. اکسپوننشیال منفی جی تتای تی اس به علاوه حالا nt در نظر میگیرید اینکه گفته میشه که حالا کانال ما به مدل ای, ای مدل نشه شاید حالا خیلی هم به صورت کلی وجود نداشته باشه ما به هر ترتیب هر کانالی هم که در نظر بگیریم اغلب اون نویز گوسی را مثل اینجا باز برایش مد نظرمون هست اما الان میبینید دیگه اگر کانال ای, جی ای ساده بود این پارامتر در حالت کانال خیلی وجود نداشت و ما این به صورت آرتی به صورت استی علاوه انتی معمولا فرض میکردیم حالا که کانال ما این مقدار با ویژگی های کانال آشنا شدیم در این درس و با مفاهیم مخشودگی بیشتر آشنایی پیدا کردیم و کانال این مقدار تغییرش میینه به صورت الفا تی حالا من منفی جی تتا تی در نظر میگیریم که این برای مثال الفا به تتا که دا دامنه و دا فاز اون سیگنال ها هستن میتونه که در برخی با مواقع مثلا ثابت باشه یا خودش حتی تغییر بکنیم این تغییراتش به چه صورت باشه که اینها از ویژگی های در کانال هستش ما میدونیم که احتمال خطا در کانال های این در به صورت احتمال و محاسبه به احتمال شرطی انجام میدیم و با اون محاسباتش آشنایی دارید در کانال های ایدبل ما این احتمال شرطی را به شرط ثابت بودن آلفای تی. معمولا انجام میدادیم برای همین اون تغییرات دامنه برای ما ما فرض کردیم ثابت هستش در این کانال و به این ترتیب محاسباتمون رو انجام میدادیم اگر که کانال ما محو آرام و مسطح داشته باشه میانگین احتمال خطای AWGM با تابع چگالی احتمال محو روشی هستش که ما انجام میدیم تا بتونیم احتمال خطا رو به دست بیاریم ببینید الان ما محو شدگی آرام و مسطح را در نظر گرفتیم که حالا به این صورت تقریبا میتونیم در نظر بگیریم برای اینکه در کانال AWGM هم که ما داشتیم با فرض ثابت بودن اون آلفایتی انجام می شد. اما اگر خواستیم که یک کانال آرام و سطح را میانگین احتمال خطا را به دست بیاریم استفاده می از میانگین احتمال خطای همون AWGM با این بار با تابع چگالی احتمال محشدگی نه تابع چگالی احتمالی که قبلا در نظر میگرفتیم و تا چگال احتمال محو را به این صورت در نظر میگیریم و فرض کنیم که این متغیر تصادفون میدونیم که در کانال محو آرام و به صورت حالا اون رایلی میتونیم فرض بکنیم برای همین این در حقیقت کانال محو هستش که به عنوان کانال محو رایلی ما میشناسیم اگر که این در حقیقت دامنه ما چون که در درس‌های قبلی ثابت شده بود که دامنه این جور کانال‌ها توزیع رایلی داره اگر که توضیع رایلی بتونیم فرض کنیم پس آلفا دو توضیع مربع کای یا کای سکویر خواهد داشت حالا که خواستیم میانگین احتمال خطای را با تابع چگالی احتمال محشودگی تخمین بزنیم یا به کمک اون حساب کنیم میایم و از این رابطه استفاده می کنیم با این شرط x متقای تصادفمون همچین شکل و فرمی داره دامنش رو میدونیم به صورت توضیع رایلی خواهد بود و یک نواخت اگر که آلفا رایلی داشته باشه آلفا دو توزیع کای اسکوئر خواهد داشت و این ترتیب ما میتونیم پی ایکس یا تابع چگالی احتمال متغیر تصادفی x رو به صورت یک گاما هم اکسپوننشیال منفی x گام برای x های مثبت در نظر بگیریم با فرض اینکه در حقیقت مثلا برای پی اگر محاسبه کنید این برابر میشه با احتمال خطای پی اس برای همچین کانالی کانال محو آرام مسطح برابر یک چه منهای رادیکال گاما یک چه به علاوه گاما ما میتونیم در نظر بگیریم یک مثال برای عددی اگر بخوام بزنم احتمال خطای سیستمی در AWGM طبق رابطه زیر است پس ما از این ویژگی میخوایم استفاده کنیم برای اینکه احتمال خطا در کانال محو شده آرام مسطح را حساب کنیم اگر پوش سیگنال دریافتی توزیع رایسین داشته باشد حواسم به قضیه هست که اون پوش سیگنال توزیع رایلی داره یا رایستن تفاوتش که میدونیم که اگر که ما در کانال هامون مثلا لاین آف سایت هم داشته باشیم به سمت رایسن پیش میره اگر نداشته باشیم معمولا به سمت رایلی هستش احتمال خطا در کانال محشدگی آرام و سطح را حساب می‌کنیم. پس در AWGN احتمال خطای متقای تصادفی X و H1 و h برابر با کمیت H1 اکسپوننشال منفی H2X اندازه گیری شده با استفاده از این میخوایم احتمال خطا در کانال محشودگی آرم و سطح را طبق فرمول استاید قبلی به دست بیاریم گفته شده که پوش سیدان دریافتی توزیع رایسیان داره پس توزیع رایسیان را اگر بخوایم بر حسب تصادفی به دست بیاریم این پی ایکسش به این رابطه در حقیقت خط میشه که این آی سفت هم همون تابع بسل ما هستش پس حالا که توزیع رایسیان را بر اساس تصادفی پیدا کردیم که اینها در کتاب‌های آمار وجود داره میایم و این را با استفاده از اون فرمولی که بود انتگرال میگیریم و احتمال خطا در کانال محشودگی آر و مسطح را طبق این انتگرال به دست میاریم که این بعد حل بشه ساده سازی ها انجام بشه و در این صورت احتمال خطا برابر این رابطه میشه در این جور مواقع حالا اینها خیلی وقتا در کتاب های مخابراتی اگر دقت کنید میبینید که این احتمالات خطا رو به صورت فرم که مثلا به این شکل هستن برای ما نمایش داده و خیلی ما جای نگرانی نداریم اما اگر که در حالتی باشیم که یک مقدار شاید می تصادفی ناشناخته باشه و یا اینکه نتونیم تقریب خوب بزنیم باید با استفاده از این فرمول ها اون احتمالات خطا رو محاسبه بکنیم که در این حال اغلب هم انتگرال های پیچیده ای داریم و در مسائل واقعی هم خیلی وقتا این انتگرال ها جواب به فرم بسته ندارند و حالا یا نقاط تکینی دارن که جواب را برای ما سخت میکنه اگر به تحلیلی حل شد اون را میتونیم به صورت عددی مطمئنا همه الان مشخصه که حل کردن این انتگرال به پیچیدگی بسیار بالایی داره علاوه بر خود انتگرال تابعه بسل هم توش وجود داره که در این صورت حل انتگرال را میتونه بسیار پیچیده بکنه حالا اگر فرض کنیم که مثلا این پی ایکس ما به جای اون شکل فرم اسلاید قبلی یک شکل ساده تری داشت و حل انتگرال هم بسیار ساده تر میشود به طور کلی اینها یک مثال ساده بود از اینکه بخوایم احتمال خطا در کانال محشودگی آرام و مسطح به دست بیاریم که دیدیم میتونیم که با استفاده از احتمال خطای کانال AWGN ای این کار را انجام بدیم فرض میکنیم که این بار دیگه کانالمون کانال فرکانس انتخابی هستش و از کانال حالا مسطح و آرام دیگه بیرون اومدیم و کانالی که داریم کانال فرکانس انتخابی هستش در این کانال ها میتونیم که ما با مقوله گسترش چند مسیره و خب پدیده ای, ای اس رو به رو هستیم حتی ما بدون گسترش چند مسیر اگر فرض نکنیم در کانال هایی که به صورت فرکانس انتخابی در اومدن عامل حرکت مزاحمت خاص خودش را داره راه حلی که برای این کانال ها معمولا استفاده میشه راه حل شبیه‌سازی شبیه سازی هستش یعنی به صورت تحلیلی به این راحتی نمیشه نه احتمال خطا به دست نه نوع کانال را حالا تخمین زد اینها و اون اتفاقات که روی سیگنال میفته را بهتره که به صورت شبیه سازی ما انجام بدیم راه حل شبیه به چه صورت هستش که به این صورت شبیه سازی ها انجام میشه که ما حالا در حال مطلب فرض کنید میایم و بیت های بالا حالا ده هزار صد هزار یا حالا یک نمونه سمبل را در اون کانال میفرستیم و اون کانال را در حقیقت وسط فرکانس انتخابی فرض میکنیم مدل کنیم و اون گیرنده تراحی میکنیم سپس مرحله مقایسه و اون سطح ترشکول و آسانه را در نظر میگیریم و به این ترتیب ما اون کانال را احتمال خطاش را به دست میاریم خود حالا بحثی که میشه گفته مدلی که هم فرکانس انتخابی هم خب یه سری پیچیدگی خاص خودشه داره برای همین اون مدلی که اول با فرض های اولیه معمولا به دست میاد و سپس شبیه سازی انجام میشه با نمونه های واقعی مقایسه انجام میشه و سعی میکنیم که اون مدل هامون تکمیل و تکمیل تر بکنیم تا بتونیم که در عمل شبیه سازی ها و طراحی های درستی داشته باشیم پس کانال‌های های فرکانس انتخابی و احتمال خطا محاسبش در اونها به صورت تحلیلی معمولا انجام نمیشه و راه حل‌های های شبیه سازی داره که نمونهش حالا در این شکل شما میتونید ببینید که برای ما بر حالتهای مختلف اون احتمال خطا و بیت ارور ریت را به دست آورده حالا این بیت ارور ریتی هم که اینجا رست شده بر اساس گسترش زمانی هستش تاخیر زمانی هستش که هر بیت ایجاد کرده نه بر اساس توان ارسالی چون می‌دونید که اکثرا اون نمودارهای بیت ارور ریت و این هایی که ما در شکل‌های مخابراتی داریم به این نمایشی تقریبا اینجوری داره که اونها رو اگه دقت کنیم بر اساس توان هستش و هر ما توان را خوب بیشتر می‌کنیم این نمودارها به سمت حالا بهینه شدن ممکنه پیش بره اما این نمودار که می‌بینید حالا این شکله به خاطر این هستش که این بر اساس توان راست نشده به هر حال برای کانال‌های فرکانس انتخابی از مقوله‌های شبیه‌سازی استفاده می‌کنیم تا اینجا یه سری مطالبی گفته شد که راجع به روش هایی بود که خب همیشگی بودن و هایی که ما آشنایی کلی باهاشون داشتیم در سیستم های جدید مخابراتی و مخابرات نوین روش ها و سیستم های پیچیده ارائه شده که برای ما هست های بسیار زیادی دارند یکی از این سیستم ها سیستم های مایمو نام داره که حالا چند آنتن در فرستنده و گیرنده ویژگی این سیستم هستش یا مولتی اینپوت مولتی بود که مخففش میشه مایمو این سیستم مایمو حالا یه آشتونی باش داریم به خاطر اینکه ما دایورسیتی رو با باش آشنا شدیم اینها ویژگی های و نسخه پیشرفته از دایورسیتی هستن که ما در فرستنده و گیرنده از مایمو استفاده میکنیم در سیستم های مایمو ما میتونیم نرخ دارده رو با توان و پهنای باند ثابت بالا ببریم و اون همون چیزی هستش که ما به شدت دنبالش هستیم یعنی اینکه خب پهنای باند ما که محدوده و توان را هم حالا شاید در سمت فرسن و بی تی بتونیم تا حدودی شاید بالاتر بریم اما در قسمت گیرنده ها توان خیلی دست ما نیست و اگر بتونیم با استفاده از روش هایی با توان ثابت بتونیم ویژگی های خوب را بالا ببریم این روش ها بسیار مثبت و مفید خواهد بود یکی از این روش ها روش های سیستم های مایمو ما هستش که خب مطمئنا چون که داریم از آنتن ها استفاده میکنیم و چندین آنتن داریم هزینه آنتن ها که شاید خیلی الان دیگه مهم نباشه شاید آنتن های فرستنده هزینه داشته باشن اما آنتن های گیرنده که به صورت حال مدار تجمعی ساخته میشن همین گوشی های ما الان ممکنه که چندین آنتن در یک مثلا یک میلی مترش تعبیه شده باشه ولی مسیسای ما از لحاظ پیچیدگی خب مطمئنا پیچیدگی بیشتری دارن و ما باید این ویژگی های پیچیدگیش مد نظر داشته باشیم و این پیچیدگی شاید بیشتر مهم باشه تا هزینه آنتن ها چون که هزینه آنتن های تجمعی و آنتن که در این صورت ساخته شده خب بسیار پایین هستش با توجه به اینکه ما نرخ داده رو میتونیم با تمام از پهنه بان ثابت بالا ببریم اما روش های مایمو ما در کانال محدودگی آرام مسطح اگر بخوایم در نظر بگیریم بردار دریافتی وای ما یک ماتریس اچ در نظر میگیریم تا بردار فرستنده علاوه برداری از نویز ها به صورت حالا این نوتیشن ما میتونیم این کانال آرام و مسطح را برای یک مایمو در نظر بگیریم این که ما در این کانال بررسی میکنیم مطمئنا به اولش به خاطر سادگیش هستش چون اگر که کانال های دیگر را بخوایم در نظر بگیریم بدون سیستم های مایمو هم اونها پیچیدگی بسیار بالایی داره و اغلب به صورت شبیه سازی در نظر گرفته میشه حالا وای به اینکه چندین آنتن در فرستنده و گیرنده هم وجود داشته باشه برای یک معرفی کوتاه اینها را با کانال محشودگی آرام و سطح در نظر میگیرم اما میدونیم که اگر خواستیم اینها را در سیستم ها و حالت های مختلف واقعی تری یعنی هم نظر بگیریم باید که از شبیه سازی استفاده بکنیم باز شده این یعنی رابطه نمیشه به این فرم در نظر گرفت که بردار وای ها وای یک تا وای ام که اونها در واقع سیگنال های دریافتی در گیرنده هستند که مثلا در گیرنده فکر کنیم ما ام تا آنتن داریم پس m تا بردار دریافتی داریم x تا هم در حقیقت یا n تا هم فرستنده داریم پس این هم سیگنال فرستنده ما هستش و خب مطمئنن نویزی که در هر مسیر و در هر گیرنده ما حس خواهیم کرد. این ماتریسی هم که حالا تحت اون ماتریس H وجود داره این ذرایبی هستش که الان در این سیستم مایمو به وجود میاد اگر هم خواستم به طورت شکل نشون بدم نمای سیستم مایمو به این ترتیب هستش ببینید الان آنتن x1 فرستنده x1 و در واقع گیرنده y1 رو مد نظر میگیریم از فرستنده x1 به y1 یک مسیر در حقیقت مطمئنا وجود داره که این همین برداری هستش که من در هم نشون میدم و این بردار رو مثلا ما با کمیت h11 نامگذاری میکنیم اما همزمانی که از این مسیر به آنتن y1 اطلاعات میرسه از آنتن y2 از فرستنده x2 همین اتفاق میفته و یک مسیر ما تحت عنوان مثلا H12 خواهیم داشت یا H21 بر اساس اون استاندارد که تعریف شد به همین ترتیب برای دیگر آنتن ها پس این سیستم روال وجود خواهد داشت برای همین اون ماتریس H در بردارنده اطلاعاتی هستش که این هر کدوم از این مسیرها بین آنتن فرستنده و گیرنده وجود داره این هم یک نمای کلی از سیستم های مایمو ما هستش که داریم ملاحظه میکنیم در قسمت دایورسیتی اگر یادتون باشه ما معمولا حالا مثلا یک آنتن در فرستنده داشتیم و فقط این x1 بود و حالا گیرنده های متفاوتی یا بالعکس فقط چندین آنتن در فرستنده و یک آنتن در گیرنده ولی سیستم مایمو ما به صورت حالا چندین آنتن در فرستنده و چندین آنتن در گیرنده مد نظر گرفته میشه در مورد دایورسیتی دیدیم که دایورسیتی با احتمالات خطا چقدر که به نفع سیستم خواهد بود یعنی یک سری محاسبات ساده و با مفروضات ساده کننده ما انجام دادیم دیدیم که ما میتونیم که مثلا احتمال خطا یا کیفیت سیگنال رو شاید نزدیک به سه برابر بهبود ببخشیم حالا اینا به مایمو ما اگه بخوایم تعمین بدیم میبینیم که سیستم های مایمو و مدارهای مدول کننده و دمودول کننده ای مایمو ما چقدر میتونه برای ما مفید واقع بشه یکی دیگه از روش های بروزی که استفاده میشه در نسل چهارم و نسل پنجم اینترنت موبایل شاید باهاش بیشتر آشنا داشته باشین روشی هست تحت عنوان روش OFDM یا Orthogonal Frequency Division Multiplexing روش OFDM روشی هستش که از نوع مدولاسیون های ما میتونیم استفاده بکنیم در این OFDM از مدولاسیون های چند حامل استفاده میشه و می میاییم که اون تیفی که داریم یا اون مثلا تیفی که برای مودولاسیون در نظر تقسیم میکنیم به زیر کانال ها به این ترتیب ما میتونیم که خب الان کانال های ما نرو بند میشن و در مقابله با محو شدگی مسئولیت بسیار خوبی پیدا میکنن چون که دیگه پهنای باند مثلا نسبت پهنای بند کانال ویژگی که پیدا میکنه باعث میشه که محو شدگی برای ما مسئولیت خوبی داشته باشه در این زیر حامل ها هم به انتخاب میشه که به صورت فلت باشن حالا تا اینکه هم محاسبات آسون تر باشه و هم با تغییر دامنه و اون فاز به صورت لینیر بتونیم مد نظر داشته باشیم اف ام ما یک مدار فرستنده ای به این شکل داره که میبینید برای مثال یک نرخ بیتی به اون وارد میشه در ابتدا توسط بلوک سریال تو پارالل کانورتر این داده های سریال ما به داده های موازی تقسیم میشن مثلا 10 تا برای این بلوک دهتای بعدی برای این بلوک به هم همین ترتیب تقسیم بندی ها انجام میشه سپس با استفاده از ویژگی های مداری که ما داریم اینها رو که تقسیم برای اینجا زیر حامل ها شد هر زیر حامل را مدوله می کنیم به این ترتیب و سیگنال ST را می سازیم راجع به این GT ها و این مثلا در واقع حامل هایی که وجود داره متوجه هستیم که این F0 این F1 و این من های یک مطمئنا خود این ها در واقع حامل های متفاوتی در نظر گرفته شده و این GT ها در حقیقت همون ویژگی عمود بودن هستن میدونیم که اگر بخوایم اینها را به صورت همزمان بفرستیم برای اینکه خودشون اصلا برای ما اینجا مزاحمت نکنن تداخل نداشته باشن تو هم رفتگی نداشته باشن و دیگر مشکلات آیس آی نداشته باشن تا حد امکان باید از عامل های عمود بر هم استفاده بکنیم همون که اسمش روشه اینها میاد و دسترسی های چندگانه به ما از طریق فرکانس های عمود بر هم دیگه به ما میده که برای ملاحظه کنین f0 f1 تا fn من های و سپس اینها هم با هم جمع میشه و سیگنال ST مدوله شده را برای ما میسازه در قسمت حالا گیرندش هم باید با دو دوباره عملیاتی شبیه این انجام بشه تا بتونیم سیگنال OFDM را دریافت بکنیم مثل این شکل میبینید این هنده گیرنده ای OFDM هستش که ما فرض کردیم خب ST ما به علاوه نویز شده در ابتدای کار کاری که انجام میدیم میاییم برای اینکه اون حامل ها هر کدوم به فرکانس خودشون منطبق بشن یا به اون کانال راه پیدا کنن یه فیلتر قرار میدیم که فیلترهای ما اون فرکانس مرکزیشون همون حامل های ما هستن F0, F1 تا FNMN های یک وقتی که سیگنال ما فرض کنیم از این فیلتر عبور کرد دیگه معلفه های F1 تا FNMN های یک از اینجا از این فیلتر عبور نمی کنه فقط سیگنال ما S0T به علاوه N0T هستش که ما این سیگنال رو دمودوله می کنیم و سپس وقتی که همه این کارها رو برای همه شاخه انجام دادیم با استفاده از مبدل موازی سازی به سری سازی اون سیگنال دریافتیمون رو میسازیم حالا هر کدوم از اینها ویژگی های مختلفی دارن هم در حال مدولاتور و هم در حال دمودولاتور ها ما باید از نظر مداری خب پیاده سازیش ممکنه که مشکل باشه به خصوص در این بحث فیلترها این چه این فرکانس ها چقدر با هم دیگه فاصله داشته باشن اما دودنشون به صورت 100 درصد هست یا به شدت ناهم بسته نیستن سپس حالا بحث های اینجا نویزها ها برای ما ممکنه مطرح بشه بحث خود صد های آسانه و پیچ دیگه های خاصی که خود OFDM مطمئنا داره اگر هم که به مقاله های چند سال اخیر حالا به خصوص در حالا 2010 تا 2015 16 اگر مراجعه کنیم می‌بینید که حجم عظیمی از این همین مقاله ها راجبه سیستم های OFDM و سیستم های مایمو و ترکیب این دو روش هستش.